گویه هایی که به هدف میخورند، ورزش، سرگرمی یا چیزی بیشتر که دختران را هم پای ثابت خودش کرده با همه هزینه هایش. جامعه کمتر میپذیره دخترانی که بولینگ بازی میکنن، اما خوشبختانه فضای مناسبی را که بولینگ داره. درست است که گهگداری حتی شده به عنوان به دلیل علاقه ای که دارن حتی مردا بودن اما بولینگشان نزدن. با وجود ازی که حالا بولینگ یک روز مشخص را بر بانوان دارن، اما باسم این نمیتونه چالش ها فروری بانوانی باشه که علاقمند هستن و مانع تمرین و بازیشان باشه. من خیلی خوشحال هستم که امروز ببینم بانوان نسبت به دیگر ورزش ها با بولینگ خیلی علاقمندی خاصی دارن و بین بانوان این ورزش خاص است. مردم فکر میکردن که یک سرگرمی است، اما سرگرمی رفته رفته به یک ورزش تبدیل شده. پس از کابل و هرات، بلخ سومین ولایت است که بولینگ به گونه رسمی در آن بازی می شود. اما حضور دختران در این بازی به معنی تلاش برای رسیدن به برابری اجتماعی است تا ورزش. علاقمندی زوجهای جوان نیز کمتر از بقیه نیست. آزیتا و شوهرش حمید که فضای باولینگ را مکان مناسب برای سرگرمی می دانند، طرفداران اصلی اینجا و این بازی هستند. در مزار شریف خیلی جای زیاده برای زوجین، جای بر تفریح نیست، ولی امروز این فضایی که میبینین باولینگ بسیار یک فضای خوبتر شده که ما بیاییم چند دقیقه اینجا خوش بگذرانیم. هرچند از ایجاد تنها باولینگ در مزار شریف نزدیک به 2 سال میگذرد، اما علاقمندی به این سرگرمی از چند ماه بدین سو بیشتر شده. ما اینجا هر گیمی 200 افغانی میگیریم و میبینیم که حضور هر قشری را مثلا مردا و زن خانما و میبینیم که دختر خانما بیشتر حضور پیدا میکنن اینجا و ما برای از اونا که به خاطری که بیشتر بیان و بیشتر راحت باشن، تفریحشان خوب شوه، برای از اونا یک تخفیفی 20% مد نظر گرفتیم. 3 سال از بولینگ در افغانستان میگذرد. پسران با دست بازی که داشتند در آن رشد کردند، اما دختران با انبوهی از مشکلات اجتماعی آمدند که در این عرصه با گویی‌هایشان با آنی را اثر را بردارند. قدیری بیاد، ایران اینترنشنال.